من هرگز در این سالها در رابطه با این مسائل حرفی نزدم و حالا هم قصد ندارم حرفی بزنم. گزارش سفر نخست وزیر اسرائیل به عربستان در ابهام. وزیر خارجه سعودی تکذیب کرد. نتانیاهو دو پهلو حرف زد ولی منابعی از هر دو طرف درباره جزئیات آن گفتند. با روزنامه‌نگاری در تل‌آویو صحبت می‌کنیم که می‌گوید این حرکت اسرائیل پیامی به دولت آینده آمریکاست. نزدیک شدن احتمالی اسرائیل و عربستان چه پیامدی برای ایران دارد؟ این را از یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه خواهیم پرسید. همچنین با یک روزنامه‌نگار نزدیک به حوثی‌ها در پایتخت یمن صحبت می‌کنیم و از او درباره حمله موشکی به تأسیسات نفت عربستان می‌پرسیم. در ادامه برنامه امشب، اولین انتخاب‌های بایدن، آنتونی بلینکن قائم مقام وزیر خارجه اوباما وزیر خارجه جدید آمریکا می‌شود. امید تازه در نبرد با کرونا، دانشگاه آکسفورد هم از آزمایش موفق واکسن خود خبر داد. و صلح پایدار در افغانستان، موضوع نشست مجازی نمایندگان 70 کشور در ژنو. سازمان ملل از احتمال کاهش کمک‌های مالی نگران است. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. یک وزیر اسرائیلی به رادیو ارتش اسرائیل گفته که در قلمرو عربستان دیداری بی سابقه صورت گرفته، دیداری که به محض انتشار خبر آن در سرخط رسانه‌های جهان جای گرفت. یوآف گالانت این را بعد از آن گفت که رسانه‌های اسرائیل گزارش کردند بنیامین نتانیاهو در تاریکی شب به عربستان پرواز کرده، با محمد بن سلمان دیدار داشته و ساعتی بعد هم به اسرائیل برگشته. وزیر خارجه عربستان این خبر را تکذیب کرد ولی نخست وزیر اسرائیل در مورد ماجرا دو پهلو حرف زده. او گفته که نمیخواهد در این باره اظهار نظر کند و اضافه کرده که از هیچ تلاشی برای تقویت اسرائیل و گسترش حلقه صلح دریغ نکرده و نمیکند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال جلوتر رفته و حتی جزئیاتی از دیدار را هم گزارش کرده، از جمله اینکه ایران یکی از موضوعات بحث بین دو طرف بوده. اگر این دیدار انجام شده، چرا سعودی ها انکار می کنند؟ اگر نشده، چرا اسرائیلی ها قاطعانه رد نمی کنند؟ این حرف و حدیث ها در فضای جدید بین المللی، خصوصا وضعیت آمریکا، چه مفهومی دارد؟ بیشتر در این باره حرف می زنیم. اول گزارشی از کیوان حسینی. بنیامین نتانیاهو دوشنبه در حالی در این جلسه حزبی شرکت کرد که رسانه‌های کشورش با یک زلزله خبری صبحشان را آغاز کرده بودند، خبری که به این جلسه هم راه پیدا کرد. و یکی از همحزبی‌های آقای نتانیاهو خطاب به او گفت: شنیدیم که شما به عربستان سفر کرده اید. دوستان، در تمام این سالها من هرگز درباره این چیزها اظهار نظر نکردم و الانم نمیخوام این کارو بکنم. فقط میتونم بهتون اینو بگم که در تمام سالهایی که نخست وزیر بودم از هیچ تلاشی برای قدرتمندتر کردن کشور اسرائیل و گسترش حلقه صلح دریغ نکردم و خدا رو شکر با امارات و بحرین و سودان موفق شدیم و امیدوارم این حلقه در آینده همیشه گسترش پیدا کنه. به گفته رسانه‌های اسرائیلی، آقای نتانیاهو دیشب به شهر نیوم در شمال عربستان پرواز کرده و در آنجا در حضور مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با محمد بن سلمان دیدار کرده. حتی روزنامه هارتس با انتشار گزارشی نوشت که اطلاعات وبسایت‌های رهگیری هواپیما نشان می‌دهند که یک جت اختصاصی دیشب از تل‌آویو به عربستان پرواز کرده. به نوشته این روزنامه، این جت پیشتر چندین بار توسط بنیامین نتانیاهو استفاده شده. اما ساعتی بعد از انتشار این خبر، وزیر خارجه عربستان با انتشار توییتی چنین رخدادی را تکذیب کرد و نوشت که در جریان ملاقات‌های دیشب در شهر نیوم فقط آمریکایی‌ها و سعودی‌ها حضور داشتند. برخلاف نتانیاهو، آن قسمت از خبر که مربوط به حضور وزیر خارجه آمریکا در عربستان است، کاملاً علنی بوده. او در این سفر با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کرد و تصاویر اینچنینی هم از سوی حکومت عربستان منتشر شد. و البته بر اساس اطلاعات رسانه‌های اسرائیلی، جت اسرائیلی دقیقاً همزمان با این دیدار به مدت حدود 4 ساعت در شهر نیوم بوده و بعد به اسرائیل برگشته. برای مایک پومپئو که در دوران وزارتش دست کم 3 کشور عربی و مسلمان با اسرائیل روابط رسمی دیپلماتیک برقرار کردند، سفر به عربستان رویداد خارق‌العاده‌ای نیست
و اتفاقا او با انتشار توییتی به سابقه دیرینه روابط کشورش با ریاض اشاره کرد. اما اگر واقعا آقای نتانیاهو به عربستان سفر کرده باشد، این نخستین سفر یک مقام اسرائیلی به سرزمینی است که زمانی سردمدار مقابله با اسرائیل محسوب می‌شد و در سال 2002 نیز با ارائه طرح صلحی همه کشورهای عربی را ملزم کرد که تا زمان تشکیل کشور فلسطین روابطشان را با اسرائیل عادی نکنند. کیوان حسینی، بی بی سی. لاهاف هارکوف، خبرنگار امور دیپلماتیک روزنامه جروزلم پست از تل آویو با ماست. خانم هارکوف، خیلی خوش اومدید به برنامه. سعودی ها انکار میکنن، اسرائیل هم اظهار نظری نمیکنه، ولی رسانه ها جزئیات دقیقی منتشر کردن. چه برداشتی میشه کرد در مورد این از این میتینگ؟ شما اگه نگاه بکنیم به تکذیب سعودی ها، یک تکذیب بسیار مشخصی هست. اونها این رو تکذیب کردند که بن سلمان ولیعهد عربستان با مقامات اسرائیل همزمان با دیدار با مایک پومپئو دیدار کرده. اصلا قرار هم نبوده چنین ملاقاتی همزمان صورت بگیره و کسی در این باره چیزی منتشر نکرده بود. من بسیار مطمئن هستم از طریق منابع اسرائیلی که دارم که چنین ملاقاتی صورت گرفته. بله، خیلی از این منابع گمنام هستند، ولی وزیر آموزش و پرورش اسرائیل گفته که این ملاقات صورت گرفته. وزیر دفاع اسرائیل از نخست وزیر اسرائیل انتقاد کرد و گفت او غیر مسئولانه است که اجازه داد که این اطلاعات دست کرده، که این خودش به نوعی اعتراف بر این هست که این ملاقات صورت گرفته. انتشار خبر ملاقات به نفع آقای نتانیاهو در شرایط فعلی اسرائیل؟ بله، من فکر میکنم به نفع سیاسی او باشه. این خیلی برای او خوب هست که اینطور دیده بشه که یک رهبر کشور هست که صلح رو داره به اسرائیل برمقام میاره، برای اینکه اسرائیلیا اکثریتشون بسیار نظر مثبتی دارن نسبت به عادی سازی روابط با کشورهای اسلامی، با هر کشوری در واقع، برای اینکه اسرائیل برای این مدت ها منزوی بوده و الان عربستان سعودی میدونین قانون کشورهاست، نگین کشورهایی در منطقه هستش به عنوان میزبان مکه و مدینه در جهان اسلام و جهان عرب، که اگه عادی سازی روابطش با اسرائیل انجام بشه تاثیرات خیلی زیادی رو داره و اسرائیلی هم اینو میدونن. برای همین این نفع مثبت سیاسی برای نتانیاهو داره، ولی فکر کنم برای کل اسرائیل هم نفع سیاسی داره. یک بحث خیلی حزبی نیست اینجا. آقای نتانیاهو دو پهلو حرف زده، وزیر خارجه عربستان سعودی هم تکذیب کرده، شما اشاراتی کردید. سعودی ها به نظر میاد که خیلی علاقمند نیستند این نشست به شکلی علنی و به شکلی تبلیغاتی باش برخورد بشه. چرا؟ به نظر میرسه که یک شکاف نسل ها در هیئت حاکمه عربستان وجود داره. به نظر میاد که پادشاه عربستان دوست داره که موضع سنتی کشور در قبال فلسطینی ها حفظ بشه، ولی از طرف دیگه بن سلمان ولیعهد عربستان بیشتر دوست داره که رابطه با اسرائیل عادی بشه و بیشتر اشتیاق نشون میده به این قضیه. برای همین فکر کنم این برمیگرده به همون بحث شکاف در هیئت حاکمه. ولی با این اوصاف من به شما میگم که اسرائیلی ها این موضوع رو درز نمی کردند اگه واقعا فکر میکردن که این باعث بشه که لطمه بخوره به روابط گرم تر شد، روابط روبه گرمی اسرائیل و عربستان. هر وقتی که رهبران عربستان سعودی و اسرائیل کنار هم قرار گرفتند، موضوع ایران هم مطرح شده. ممکنه که روی کار آمدن آقای بایدن باعث نگرانی محمد بن سلمان و همینطور بنیامین نتانیاهو در زمینه سیاست‌های او درباره ایران شده باشه؟
بله، رئیس جمهور منتخب آمریکا بایدن گفته که او مایل هست برجام رو به یک نحوی از انها احیا بکنه. برجام یک مسیری رو برای ایران برای دسترسی به سلاح هسته‌ای قرار داد. میدونین محدود میکنه غنی‌سازی ایران رو و یا تولید سانتریفیوژ از طرف ایران رو، ولی در دراز مدت این محدودیت‌ها کم کم در دراز مدت رفع خواهند شد و به ایران یک مسیر رو در جهت تولید بمب اتم خواهد داد و این مایه نگرانی عربستان و اسرائیل هست برای همه دنیا، همینطور برای آمریکا، میدونین انگلیس یا هر جا. برای همین یک مایه نگرانی بزرگ است. برای همین اسرائیلی ها و سعودی ها فکر نمی کنند که توافق هسته ای با ایران واقعا راه بازداشتن ایران از تولید سلاح های هسته ای هست. برای همین من فکر می کنم که این ملاقات نشون میده که یک جبهه واحدی رو دارن تشکیل میدن. جو بایدن حالا چه این موضوع درز میکرد به رسانه چه نمیکرد، بالاخره از وجود چنین ملاقاتی واقف میشد، ولی مهم بود که اسرائیل و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس این جبهه واحد رو نشون بدن که ما باید مشارکت داده بشیم در سیاست آینده آمریکا نسبت به ایران. اگه قرار است که سیاست آمریکا نسبت به ایران عوض بشه، دغدغه های امنیت ملی ما و نگرانی امنیت ملی ما هم باید لحاظ بشن. ممنونم از لاهاف خارکوف، خبرنگار امور دیپلماتیک روزنامه جروزلم پست در تل آویو. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، هم از فرانکفورت آلمان با ما هستند. آقای صدرزاده، عربستان و اسرائیل در سالهای اخیر بسیار به همدیگه نزدیک شدن، اگه دیداری هم انجام شده باشه، چرا عربستان مخالف علنی شدن اونه؟ برای که از نظر عربستان، برای عربستان هنوز زمان فرا نرسیده، یعنی آمادگی همطور که اون خبرنگار جروزالم پست گفت، این به اصطلاح شکاف طبقاتی هم، شکاف نسلی هم هست، میخوان یه خورده صبر بکنن. ولی واقعیت این است که نزدیکی عربستان و اسرائیل شکی درش نیست. شما میدونید عربستان اجازه داد هواپیماهای اسرائیلی از آسمان عربستان پرواز کنن، برن به امارات متحده، برن به بحرین، برن به عمان، و در این حال همه معتقد هستند که در پشت مذاکرات صلح امارات و بحرین با عربستان سعودی، موتور اصلیش عربستان سعودی بوده. یعنی اگر عربستان نمیخواست و یا عربستان نمیگفت، اینها نمیکردن. بنابراین عربستان حتی در مورد سودان هم صدق میکنه. بنابراین عربستان موتور اصلی داستان است، خواهان نزدیکی است. و جالب این است که هم زمانی که این اتفاق صورت گرفته در شهر نیوم در عربستان سعودی، سفیر عربستان در سازمان ملل اعلام کرد که عربستان حاضر هست با اسرائیل رابطه برقرار کنه و هنوز، ولی زمانش نرسیده. این که حالا آقای وزیر امور خارجه عربستان علناً نکرده، به اصطلاح علناً تایید نکرده، ناشی از این اختلاف نسلی یک. دومی که همونجور خبرنگار جروزالم پست گفت، نحوه به اصطلاح تکذیب هم نحوه تکذیب 100% نیست. بله، عربستان نقش بسیار مهمی داره در جهان اسلام، همه این رو میدونیم. خانم هارکوف هم بهش اشاره کردن. اگه عربستان رابطه خودش رو با اسرائیل عادی بکنه چه خواهد شد؟ دیگه اصلا میشه از مشکل اعراب و اسرائیل به معنای کلاسیکش حرف زد؟ اصلا بدون عربستان، بدون که عربستان هم دست به چنین کاری بزنه، مدت هاست که دیگه نمیشه از به اصطلاح رابطه اعراب یا اختلاف یا مناقشه اعراب و اسرائیل صحبت کرد. شما ببینید کشورهای متفاوت عربی متفاوت کار میکنن. اردن راه دیگه میره، مصر راه دیگه میره، سودان راه دیگه میره، حتی کویت راه دیگه میره. دیگه اون جبهه متحد عربی علیه اسرائیل عملا وجود نداره و حتی پشتیبانی از فلسطینی ها به اون صورت دیگه وجود نداره. یک دست یا به صورتی که فرض کنید ایران پشتیبانی میکنه، مدت هاست این از بین رفته. ولی اگر عربستان سعودی رابطه پیدا کنه با اسرائیل، در حقیقت یک اتفاق تاریخی بسیار بسیار بزرگی خواهد بود و در حقیقت ورود اسرائیل به جامعه عرب و اسلام خواهد بود و کار برای کشورهای شبیه ایران مشکل میشه، چون ایران دیگه آخرین کشوری است که در حقیقت توی این جبهه مقاومت هست. اگر عربستان دست به چنین کاری بزنه، کویت هم به راحتی انجام میده، عراق هم انجام میده، تمام هست داستان. چون همونجور که خبرنگار جروزالم پست و گفت درست گفت، عربستان کشور کلیدی دنیای عرب و اسلام است.
روزنامه وال استریت ژورنال نوشته که ایران یکی از موضوعات محل گفتگو بوده، یکی از موضوعاتی بوده که دو طرف دربارش حرف زدن. اگر نگاه بکنیم به شواهد و قرائن، احتمال داره که مسئله به گونه‌ای پیش بره که گویا اونها از شدت عمل نظامی علیه ایران صحبت کرده باشن، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته باشه؟ اینکه تنش نظامی در ایران در منطقه وجود داره، این شکی درش نیست. شما می‌بینید که دو روز قبل دو تا از هواپیماهای جنگنده استراتژیک آمریکا به 52 به منطقه فرستاده شد. گویا آقای قاهانی به عراق رفته و با گروه‌های هشت و شبی صحبت کرده که مبادا دست به کاری بزنید که بهانه به دست آمریکا بده. از اون جلسه معروفی که در کاخ سفید بوده که گویا ترامپ قصد داشته حمله‌ای بکنه صحبت هست. یعنی و الان همین خبری که هست که شما حتما بعداً درباره‌اش صحبت می‌کنید، راجع به حمله حوثی‌ها به آرامکو، خود اون میتونه سطح تنش رو بالا ببره. من فکر می‌کنم سطح تنش منطقی بالاست، به خصوص که آقای ترامپ داره سعی می‌کنه در هفته‌های آخر به اصطلاح ریاست جمهوریش راه به اصطلاح سیاست خارجی خاورمیانه‌ایش رو طوری بکنه که شروع کار برای بایدن مشکل باشه. یکی از همین کارا نزدیکی بسیار زیاد آمریکا و عربستان سعودی به اتفاق آقای نتانیاهو بوده. بسیار ممنونم از علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب از فرانکفورت آلمان با ما. شبه نظامیان حوثی یمن میگویند که در حمله موشکی به تأسیسات نفتی عربستان در شهر جده به آن آسیب رساندند. تصاویری که منتشر شده نشان میدهد از محل تأسیسات شرکت آرامکو دود بلند میشود. حوثی‌ها قبلا هم بارها به عربستان حمله موشکی و پهپادی کردند. ناصح شاکر روزنامه نگار از صنعا با ماست. آقای شاکر، چه اطلاعاتی دارید از این حمله؟ از اونجا صنعا چه حرفایی در این زمینه زده میشه؟ راستش رو بخواید، اونهایی که دارن حمایت این and a lot of the Saudi government has left Saudi Arabia toward Turkey. A big polar in the Islamic and the Brotherhood has left Saudi Arabia, and of course it is he fled Saudi Arabia to Turkey. His name is Abdulmajid Zindari. So this attack bring or has brought happiness among Yemenis as well as even the Saudis inside Jeddah. We have seen them yesterday. بله. با پوزش به دلیلی که امکان ترجمه همزمانمون همین الان فراهم نیست، سعی میکنیم که امکان ترجمه همزمان رو فراهم بکنیم. ممنونم از ناصح شاکر روزنامه‌نگار از صنعا. متاسفانه اشکالی داریم در ارتباط با آقای ناصح. سعی میکنیم که به این گفتگو برگردیم به محض اینکه اشکال ارتباط ما رفع بشه. حتما با آقای شاکر صحبت میکنیم. جو بایدن فعلا رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده قصد داره آنتونی بلینکن رو به عنوان وزیر خارجه منصوب بکنه. آقای بلینکن قائم مقام وزیر خارجه آمریکا در دولت باراک اوباما بوده، چهره‌ای که در مذاکرات هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران هم نقش داشت و منتقد تصمیم دولت دونالد ترامپ برای خروج آمریکا از این توافق به شمار می‌رفت. هادی نیلی خبرنگار ما در واشنگتن می‌گوید گزینه‌های مطرح برای سیاست خارجی آمریکا در دولت بعدی می‌تواند نشانه‌ای از ادامه سیاست‌های باراک اوباما در دولت جو بایدن باشد. حالا کمتر از 60 روز تا مراسم سوگند رئیس جمهور بعدی و آغاز به کار او باقی مانده، اما جو بایدن از همین حالا قرار است کم کم افرادی که برای وزارتخانه ها یا دیگر سمت های کابینش مد نظر دارد معرفی کند. زمامداران سیاست خارجی آمریکا از نخستین کسانی هستند که نامشان به میان آمده. حالا منابع مختلف تایید کردند که رئیس جمهور منتخب آنتونی بلینکن را برای وزارت خارجه در نظر گرفته. کارمند شورای امنیت ملی کاخ سفید در دوره بیل کلینتون بود.
کسی که به عنوان رئیس کارکنان کمیته روابط خارجی سنا از سالها پیش با جو بایدن کار کرده و به عنوان مشاور او در حوزه امنیت ملی وارد دولت باراک اوباما شد، جایی که بارها ارتقا گرفت و تا قائم مقام مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و بعد هم قائم مقامی وزارت خارجه آمریکا پیش رفت. چهره ای که خیلی ها او را یک اوبامای کوچک در سیاست خارجی میشناسند، با تمرکز بر چند جانب گرایی و به خصوص همکاری با همپیمانهای اروپایی آمریکا. او گفته چالش های عمده پیش روی دولت جو بایدن تغییرات اقلیمی و اشاعه تسلیحات خطرناک در جهان است. تونی بلینکن یکی از چهره‌های اصلی دولت باراک اوباما بود که به عنوان معماران سیاست او در قبال داعش شناخته می شود و همینطور درباره توافق هسته‌ای با ایران برجام. این تصویری از اوست از نخستین ماه‌های مذاکرات طولانی شش قدرت جهانی با ایران، وقتی که او و رئیس جمهور باراک اوباما خبردار شدند یکی از گره‌های عمده در مذاکرات گشوده شده. پیشتر تأکید کرده که با آغاز ریاست جمهوری جو بایدن آمریکا به اجرای تعهداتش در برجام باز می‌گردد، البته بعد از اینکه ایران هم اجرای تعهداتش را از سر بگیرد. با این حال این وزیر خارجه احتمالی جو بایدن هم میگوید ضمن بازگشت به برجام، واشنگتن به مهار فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه و همینطور برنامه موشکی تهران نگاه دارد و همچنین گفته که آمریکا باید تحریم‌های غیر مربوط به برجام را به عنوان یک اهرم نگه دارد. در بحبوحه اعتراض‌های آبان سال گذشته و سرکوب آن در ایران، آنتونی بلینکن این ترمز گرفت که در موافقت با سرمقاله همکار سابقش در کاخ سفید نوشت بهترین کمکی که دونالد ترامپ میتواند به معترضان در ایران بکند سکوت است. موضعی شبیه سیاست باراک اوباما در قبال اعتراض‌های سال 88. همزمان جو بایدن قصد دارد در کاخ سفید جیک سالیوان را به عنوان مشاور امنیت ملی خود بگمارد، یکی دیگر از چهره‌های کلیدی در مذاکرات هسته‌ای با ایران که از قبل آمدن دولت حسن روحانی مذاکرات با جمهوری اسلامی را در عمان کلید زدند. ترکیبی که برای حامیان سیاست‌های آمریکا در دوره باراک اوباما نوید بخش است، ولی برای آن همپیمانان ایالات متحده که از سیاست‌های دونالد ترامپ استقبال می‌کردند چالشی است که دوباره سازهایشان را با صدایی که از واشنگتن می‌شنوند کوک کنند. هادی نیلی، بی بی سی، واشنگتن. فرد فلیتس از دستیاران دونالد ترامپ، رئیس دفتر پیشین شورای امنیت ملی آمریکا، از واشنگتن با ماست. آقای فلیتس پیشتر در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، وزارت خارجه و کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا هم کار کرده و همکنون رئیس مرکز سیاست‌گذاری امنیتی هستند. آقای فلیتس خوش آمدید به برنامه. فرد پیشنهادی آقای بایدن برای وزارت خارجه درباره‌اش چی فکر می‌کنید؟ درباره آنتونی بلینکن. امیدوارم که آقای فلیتس صدای من رو شنیده باشن. آقای فلیتس، اگر صدای من رو شنیدید، میخواستم ازتون بپرسم که در مورد فرد پیشنهادی از طرف آقای بایدن برای وزارت خارجه آنتونی بلینکن چی فکر میکنید؟ آقای بلینکن یک دستیار قابل اعتماد آقای بایدن هست و در گذشته در شورای امنیت ملی در تحت دو رئیس جمهور دموکرات کار کرده. من او رو از زمان میشناسم که در کمیته روابط خارجی سنا عضویت داشت، بنابراین در واشنگتن زیاد بوده، امنیت ملی آمریکا رو خوب میشناسه. فکر میکنم که او با بایدن همکاری خواهد کرد برای اینکه ایالات متحده رو بیشتر ببره به سمت سازمان‌های چند جانبه‌ای و چند ملیتی، و از این نظر من نگران هستم که او ممکنه که در واقع پرچمدار تلاش‌های بایدن خواهد بود برای بازگرداندن ایالات متحده به توافق هسته‌ای با ایران، که به نظر من یک اشتباهه. چرا فکر می‌کنید که بازگشت به برجام اشتباهه؟ من معتقدم که الان پیشرفت‌های زیادی داشتیم برای بهبود و پیشبرد صلح در خاورمیانه. این تلاش‌هایی بوده که دولت ترامپ به سرانجام رسونده برای اینکه روابط آمریکا رو با کشورهای عربی بهتر کنه، روابط آمریکا با اسرائیل رو بهتر کنه و همچنین همزمان کشورهای منطقه رو وادار کرده و به این واقعیت
آگاه کرده که به اسرائیل نزدیک بشن و اینکه تهدید بزرگ منطقه ایران هست که منطقه رو بی‌ثبات میکنه و در زمینه سیاست هسته‌ای خودش هم برنامه هسته‌ای خودش هم متقلب بوده و خب اطلاعاتی که اسرائیل سرقت کرده از ایران اینو نشون میده. بنابراین ما معتقدیم که دوباره ملحق شدن به برجام این تلاش های ما برای صلح در خاورمیانه رو به خطر خواهد انداخت، برای اینکه در واقع ایران رو به خاطر رفتار نامناسب خودش بهش پاداش خواهد داد. شما در مقاله همین موارد رو متذکر شدید، ولی آقای پومپو کسی که تلاش زیادی کرد برای فشار حداکثری بر ایران در ماه سپتامبر در توییتر خودش نوشت که ذخایر اورانیوم ایران 10 برابر حد مجاز تعیین شده در برجامه. در همون سپتامبر ذخایر اورانیوم ایران از 2 تن گذشته بود. به نظرتون این جای نگرانی نداره؟ این یکی از پیامدهای خروج آمریکا از برجام نیست؟ ایران موظف بود که اورانیوم غنی شده خودش رو به 300 کیلو محدود کنه و الان تا اونجایی که من میدونم شاید 3200 کیلو اورانیوم غنی شده داره که کافی است از نظر تئوری برای اینکه بتونه باهاش 2 سلاح هسته‌ای تولید کنه. مشکل اینه که ایران در هر صورت داشت تقلب میکرد و تقلب میکرد در ارتباط با تعهدات هسته‌ای خودش و به نظر من بهتر اینه که تحریم وضع بشه برای همه جنبه‌های دسترسی ایران به تکنولوژی هسته‌ای، به جای اینکه بریم به سمت یک توافقی که تلاش‌های ایران رو در زمینه هسته‌ای مشروعیت بهش می‌بخشه و اجازه میده که ایران در سطح صنعتی بتونه که برنامه هسته‌ای خودش رو به پیش ببره. طبیعتاً راه حل آسونی وجود نداره، اما من معتقدم که توافق هسته‌ای یک اشتباه بود. آقای فلیت، 4 سال تحریم و فشار، حتی مواردی رو آمریکا 2 بار و 3 بار تحریم کرده، یک بار زیر عنوان مسائل حقوق بشری، یک بار تحت عنوان موضوعات مربوط به تروریسم، یک بار هم مربوط به برنامه اتمی. با تمام اینها شما خودتون هم اشاره کردید که ایران بیشتر از 10 برابر حد مجاز غنی سازی کرده. من فکر میکنم که اون بحث 10 برابر یک مقدار شاید تقریبی باشه، گمان زنی باشه، اما تحریم هایی که علیه ایران وضع شدن تحریم های خیلی موفقی بودن. اجازه ندادن که ایران بتونه که تامین مالی کنه گروه های تروریستی منطقه رو. ایران در سوریه تحت فشار قرار گرفت. البته همچنان ایران یک تهدیدی هست، اما در نتیجه این تحریم ها منزوی شد و پرزیدنت ترامپ همواره آمادگی این رو داشت که دوباره با رژیم ایران مذاکره کنه، اما این رژیم ایران بود که آمادگی این قضیه رو نداشت. شما میگید که توان منطقه ایران یا متحدان منطقه ایران تضعیف شده بعد از تحریم ها، ولی همین امروز حوثی ها ادعا کردند که به تاسیسات نفتی عربستان در جده حمله کردند. حوثی ها یک مشکل جدی هستن و باید با این مشکل مقابله کرد، اما من میدونم که وقتی میبینیم به تظاهرات ضد ایرانی در لبنان، در سوریه، در عراق نگاه میکنیم، باید به نتیجه برسیم که ایران باید فشار بیشتری هم بیاریم روی حوثی ها. میدونیم که اینها موشک های ایرانی رو استفاده کردن علیه تاسیسات سعودی، سال گذشته در 2019 هم همین کار رو کردن. بنابراین تحریک های زیادی از جانب ایران انجام میشه و اینها غیر قابل قبوله، اما راه حل اینها بازگشتن به یک توافق هسته‌ای تقلبی نیست که به ایران امکان میده که سیاست خودش رو به پیش ببره. ممنونم از فرد فلیتس، معاون پیشین دستیار دونالد ترامپ، رئیس دفتر پیشین شورای امنیت ملی آمریکا، از واشنگتن با ما. و ما اجازه بدید که با سیاوش اردلان صحبت بکنیم در زمینه مسائل زیست محیطی که تخصص سیاوش هست. یکی از موضوعاتی که خب در روزهای اخیر مطرح بوده این است که آقای بایدن بر میگرده به پیمان پاریس، مسائل زیست محیطی رو جدیتر میگیره. لحظاتی پیش یک توییتی هم از جان کری دیدم که عکس فکر میکنم نوه خودش رو منتشر کرده بود و او خب یکی از کسانی است که خیلی تلاش کرده برای مسائل زیست محیطی و همینطور پیمان پاریس.
همین دقایق پیش بود که جان کری خبر داد تیم جو بایدن او را منصوب کرده به عنوان نماینده ویژه آمریکا در بحث مبارزه با تغییرات اقلیمی. یکی از وعده‌های اساسی دولت جو بایدن بود که آمریکا رو همراه خواهد کرد با اون اجماع جهانی که وجود داره برای مهار گازهای گلخانه. گازهای گلخانه میدونی که باعث گرمتر شدن زمین میشن و تمام پیامدها و هزینه‌های سیاسی و اقتصادی که وجود داره و جو بایدن در طول کارزار انتخاباتیش رو اون تاکید کرد. این نشون میده که این مسئله برای جو بایدن مهم هست، چرا که اولین بار محسوب میشه که در تیم امنیت ملی دولت آمریکا یک فرستاده در امور مبارزه با تغییرات اقلیمی وجود داره و جان کری هم کسی بود که نقش کلیدی رو در توافق پاریس داشت در کشوندن دولت چین که بزرگترین آلاینده گازهای گلخانه‌ای در جهان هست به توافق پاریس و همراه کردن کشورهای دیگه. و حالا که آمریکا از توافق خارج شده رسما و جو بایدن گفته همون روز اول به توافق پاریس برمیگرده و دوباره روند کاهش گازهای گلخانه‌ای رو از طرف آمریکا شروع میکنه و کشورهای دیگر هم به این کار ترغیب میکنه، منصوب کردن یک کارکشته مثل جان کری که وزیر خارجه بود، ارتباطات زیادی با این مسئله داره و احاطه و اشراف داره روی این مسئله، نشون میده که برای اولین بار شاید به طور رسمی دولت آمریکا مسئله تغییرات اقلیمی رو به عنوان یک مسئله امنیت ملی در نظر گرفته و البته تبعاتش در سیاست خارجی هم و روابط آمریکا با کشورهای دیگه چشمگیر خواهد بود. ممنونم از همکارم سیاوش اردلان. و اما برگردیم به خبر حمله حوثی‌ها به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان. ناصح شاکر روزنامه‌نگار از صنعا با ماست. آقای شاکر، امیدوارم که این دفعه ارتباط ما بدون مشکل برقرار شده باشه. سعودی ها چیز زیادی نگفتن در مورد حمله‌ای که حوثی ها ادعا میکنن به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در جده داشتند. چه اطلاعاتی در صنعا منتشر شده؟ عربستان سعودی طبیعتاً نمیخواد اطلاعات زیادی را در این باره منتشر کنه، چون فکر میکنه که این براش مشکل ساز بشه برای حکومت سعودی. من الان در صنعا هستم و سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیانیه رو منتشر کرد صبح امروز که در اون مدعی شد که مسئولیت حمله به تأسیسات آرامکو در جده رو پذیرفت. این بعد از این بود که شماری از شهروندان یمنی یا سعودی رفتن روی توییتر و تصاویر این تأسیسات رو که مشتعل شده بودن و آتش گرفته بودن منتشر کرده بودن و خب این همزمان بود با گزارش‌های برخورد ملاقات بین نتانیاهو و مقام‌های سعودی در نیوم و شاید به این خاطر بوده که سعودی‌ها نخواستن که این خبر رو منتشر کنن، برای اینکه می‌خواستن که اون خبر بزرگتری باشه در مقایسه با خبر حمله به تأسیسات آرامکو در سعودی. مدتی بود که کمتر از حمله حوثی‌ها به تأسیسات عربستان سعودی می‌شنیدیم. چطور شد که حالا اونها دوباره تصمیم گرفتن که این کار رو بکنند؟ آیا اتفاقی در صنعا یا در میان حوثی ها افتاده؟ میدونید عربستان سعودی یمن رو از سال 2015 داره بهش حمله میکنه، به بیمارستان ها حمله کرده، به بیمارستان های سازمان ملل، اتوبوس های مدرسه ای، بازارها و بسیار از شهروندان یمنی، زن ها و بچه ها، اشخاص غیر نظامی کشته شدن توسط به واسطه این حمله های سعودی ها به یمن، برای اینکه اونا از تسلیحات بسیار بسیار پیشرفته استفاده میکنن که بریتانیا و آمریکا و کشورهای دیگر غربی مثل کانادا و یا روسیه به اونا فروختن. بنابراین نکته اصلی اینجاست، چند شهروند غیر نظامی به دست سعودی ها کشته شدن با حمله های پهبادی اونها از طرف انصار الله که هستن، پهبادهای تولید کردن و سعی کردن که از اینها استفاده کنن و فقط اینها از
به تأسیسات نظامی و تأسیسات نفتی حمله میکنند. ما بینیم که آرامکو یک تأسیسات حیاتی است از نظر نفت و انرژی، بنابراین ما اینها رو بهش حمله میکنیم. چند نفر غیر نظامی در این حمله کشته شدند؟ هیچ کس، هیچ شهروند غیر نظامی سعودی در این حمله کشته نشدند. بنابراین انصار الله و نیروهای مسلح یمنی دارن از این پهپادهایی که در داخل یمن تولید شده استفاده میکنن که هیچ لطمات جانبی هم روی زندگی و جان غیر نظامی ها نداره در عربستان. لحظات پیش سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی تایید کرد که یک حمله به قول اونها تروریستی به عربستان سعودی انجام شده و تاکید کرد که توان تأمین امنیت مراکز تولید انرژی در عربستان رو داره، ولی این حرکت ها به بازار انرژی در جهان لطمه میزنه، به امنیت بازار انرژی. حمله به تأسیسات نفتی ممکن فکر نمی کنید که باعث میشه جهان در برابر حوثی ها قرار بگیره یا کشورهای وسیعی در برابر حوثی ها قرار بگیرن که ممکنه اتفاقا با عملیات نظامی عربستان سعودی در یمن موافق نباشند؟ من نمیدونم که آیا این سخنگوی سعودی مدعی شده یا تایید کرده که این حمله انجام شده. شاید من خب این دقایق اخیر با شما بودم، نمیدونم که چه اتفاقی افتاده، ولی بسیار خوب، بگذارید بگیم که این رو به رسمیت شناختن، این رو تایید کردن. بحث حقوق بشر هست، بحث جان غیر نظامی هست. جامعه جهانی باید واکنش نشون بده و از حقوق بشر حمایت کنه، چون این یمنیایی هستن که دارن تا وقتی که خون یمنی ها ریخته میشه و این جامعه جهانی سکوت کرده. اگر شما ببینید بمب هایی که در هدیده به گفته سازمان ملل استفاده شده، خب جامعه جهانی چه کار کرد؟ آیا محکوم کرد این رو؟ حالا جامعه جهانی میخواد که یک دفعه فریاد واعصفا سر بده برای اینکه سعودی ها دارن ازشون نفت خارج میشه از رگ هاشون، خون که از رگ هاشون خارج نمیشه. جامعه جهانی باید بیاد و از حقوق بشر دفاع کنه برای اینکه هیچ لطمات جانبی از بابت حملات ما در خاک عربستان سعودی نبوده، فقط به تأسیسات نفتی حمله شده. ممنونم از ناصح شاکر، روزنامه‌نگار از صنعا در یمن با ما. آزمایش گسترده یک واکسن دیگر کرونا هم نتایج امیدوار کننده ای داشته. محصول مشترک شرکت استرانزکا و دانشگاه آکسفورد بریتانیا بشر رو به مهار همه‌گیری این ویروس یک قدم نزدیک‌تر کرده. دانشگاه آکسفورد میگوید این واکسن 70-90% از ابتلا به کرونا پیشگیری میکند. پیشتر دو واکسن ساخت شرکت‌های آمریکایی فایزر و مادرنا هم آخرین مرحله آزمایش 95% کارایی نشان داده بودند. واکسن دانشگاه آکسفورد بسیار ارزان‌تر و نگهداری از آن آسان‌تر است. باران عباسی گزارش می‌دهد. تزریق دوز دیگری از امید به جهانی دگرگون شده با بیماری. نتایج اولیه واکسن ساخت شرکت آسترازنیکا با همکاری دانشگاه آکسفورد. آزمایش در ابعاد وسیع روی انسان‌ها نشان می‌دهد این واکسن 70% از ابتلا به کرونا جلوگیری می‌کند. اما تاثیر آن در افرادی که ابتدا نیم دوز و در مرحله دوم یک دوز کامل دریافت کردند تا 90% افزایش یافته. ما خیلی هیجان زده ایم، چون این واکسن در کاهش میزان سرایت و انتقال بیماری و کاهش شمار بیمارانی که نیاز به بسترین شدن در بیمارستان دارن کاملا موثره. یکی از مزایای این واکسن اینه که تولیدش در ابعاد زیاد امکان پذیره و توزیعش در سراسر جهان راحته. دولت بریتانیا 100 میلیون دوز از این واکسن را پیش خرید کرده و امیدوار است که بتواند 50 میلیون نفر را ایمن کند. خبر خیلی خوبیه. امیدواریم بتونیم از ماه آینده ارائه این واکسن را شروع کنیم. طرح واکسینه کردن در ابعاد وسیع بهار سال آینده اجرا میشه و امیدواریم که بعد از عید پاک وضعیت زندگی به حالت عادی برگرده. در روزهای گذشته نتایج آزمایش دو واکسن دیگر کرونا هم منتشر شده. ساخت شرکت‌های آمریکایی فایزر و مدرنا.
دریافت دو دوز از این واکسن ها 95% از ابتلا به بیماری جلوگیری می کند. با این حال واکسن دانشگاه آکسفورد بسیار ارزان‌تر است و نگهداری از آن آسان‌تر. پزشکان میگویند نباید با مقایسه نتایج اولیه نسبت به تاثیرگذاری واکسن سوم تردید کرد. ما در رقابت با واکسن‌های دیگه نیستیم. ما به همه این واکسن‌ها در ابعاد بالا و در اسرع وقت احتیاج داریم تا بتونیم از افراد آسیب پذیر محافظت کنیم و زندگی رو به شکل گذشته برگردونیم. نتایج واکسن آکسفورد به هیچ وجه ناامید کننده نیست. 70% میزان تاثیرگذاری خیلی بالاییه و بسیار بهتر از واکسن آنفولانزاست. نکته دیگه این که باید صبر کنیم تا اطلاعات کامل درباره همه این واکسن‌ها منتشر بشه تا بعد بتونیم معنی این اعداد و ارقام رو بهتر بفهمیم. در آمریکا با افزایش نگران کننده شمار قربانیان، بیش از 260 هزار جان باخته و 12 میلیون مبتلا، مقام‌ها در انتظار تایید نهایی دو واکسن فایزر و مدرنا. انتظار می رود اولین آمریکایی ها تا 3 هفته دیگر واکسینه شوند. دومین مرحله تایید اضطراری واکسن طی شده. کمیته مشورتی روش‌های ایمنسازی پیشنهادهایش را درباره اینکه چه کسی برای دریافت واکسن اولویت داره مطرح می‌کنند. ظرف 24 ساعت از زمان تایید نهایی واکسن در ایالت‌ها توضیح خواهد شد. هدف ایجاد ایمنی دست جمعی با واکسینه کردن 70% از جمعیت است. هدفی که رسیدن به آن آسان نیست. یکی از موانع بی‌اعتمادی بعضی از شهروندان نسبت به ایمنی واکسن‌های کرونا است. چالش دیگر تولید و رساندن این واکسن‌ها به میلیاردها نفر در سراسر جهان است. همه نشانه ای از اینکه کریسمس امسال مثل هر سال نخواهد بود. فرشتگان به خیابان‌های لندن بازگشتند. اما تا بازگشت حال و هوای روزهای جشن و تماشا دست کم چند ماهی وقت باقی مانده. باران عباسی، بی بی سی. ماهان قفاری پژوهشگر ژنتیک جمعیتی و اپیدمیولوژی دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ماستن. آقای قفاری، تولید یا محصول مشترک دانشگاه آکسفورد و همینطور شرکت آسترازنیکا چقدر خبر خوشی است به معنای پایان همگیری است و در حقیقت پیروزی بشر بر کرونا؟ خیلی گزارش خوبی رو داشتید. من گوش میدادم، به نکات خیلی مهمی اشاره شد درباره که چقدر این واکسن ها رو میشه مقایسه کرد و چقدر نمیشه این رو کرد. باید رو اون چیزی که تمرکز کنیم همین هست که ما الان 3 واکسن داریم که کار میکنن، پاسخگوی ایمنی خوبی رو در بدن ایجاد کردن و قابلیت توزیع گسترده رو دارن و این بهترین و مهمترین چشمانداز امید ما هست برای خروج از این پندمی. به هر حال این ذوق در کل سراسر دنیا بوده و این اخبار واکسن هم یک کمی خارج از عرف علمیش بر نشریات روزنامه‌ای قبل از اینکه در نشریات علمی چاپ بشه شده. یعنی ما خیلی دقیق از جزئیات کارکرد این واکسن‌ها در دراز مدت بی‌خبریم، اما به هر حال به این اشتیاق میشه امیدوار بود که در واقع راه گشایش نهایی از خروج این پاندمی رو با واکسیناسیون ما میتونیم داشته باشیم. از همین الان بعضی از سیاستمدارا حرف از بازگشت به زندگی عادی میزنن، حتی بعضی میگن که از همین ماه سپتامبر یا ماه ژانویه میشه یواش یواش شروع کرد، از ماه دسامبر ببخشید. چقدر طول میکشه که برگردیم به روزهای قبل از کرونا؟ این قطعا سخت‌ترین سوالی هستش که پاسخش زمان خواهد بود، اما طبعا هر چقدر که ما واکسیناسیون رو بتونیم سریع‌تر در پوشش گسترده‌تری انجام بدیم، روند عادی سازی و برگشتن به شرایط طبیعی هم سریع‌تر خواهد شد. اما اینکه به یک معنای بگیم عادی به معنای اینکه قبل از کرونا، این یه کمی سخت هست و دور از انتظاره که شاید بگیم در چند ماه آینده رخ بده، به دلیل اینکه به هر حال با توجه به اینکه یک مشکل جهانی است، حالا بعضی کشورها که سرمایه بهتری دارن، دوز بیشتری خریدن، ممکن است بتونن این ایمنی 70% به بالا رو زودتر تامین بکنن، اما در بخش‌های دیگری از جهان ممکن است که تا ماه‌ها و حتی تا پایان 2021 بخش عمده‌ای هنوز واکسینه نشن. برای همین ما تا وقتی که مطمئن نشیم که بخش عمده‌ای رو واکسینه کردیم، هنوز کم و بیش دستگیر این ویروس خواهیم بود.
به نظر میاد که کشورهایی که تمکن مالی بهتری دارن کمک بکنن. خب واکسن آکسفورد هم از همین زمینه شاخص هست به دلیل قیمت مناسبی که داره و همینطور تولید انبوهی که قابلیتش رو داره. اینکه بتونن به کشورهای محرومی که شاید خودشون ظرفیتی رو ندارن که واکسیناسیون رو انجام بدن برسونن، که در واقع این مشکل به صورت جهانی هست و باید هم جهانی حل بشه. اینکه یک کشور فکر کنه میتونه زودتر برگرده به شرایط عادی از کشور دیگه به نظر غیر طبیعی و غیر واقعی هست. دولت بریتانیا حدود 100 میلیون دوز در حقیقت برای 50 میلیون نفر از همین الان سفارش داده. آمریکا هم همینطور تعداد حالا بیشتری. اشاره کردید که ممکنه یه مقداری طول بکشه. در چه بازه زمانی واکسن ممکنه به کشورهای مثل ایران و افغانستان برسه؟ کوتاه‌تر. این قطعا سوالی هستش که نیاز به یک همکاری خیلی جهانی داره. من همین صحبت‌های آقای تدروس رئیس سازمان بهداشت جهانی رو امروز گوش می‌دادم که ایشون هم به همین نکته و اهمیت سرمایه‌گذاری شدید و فوری روی قضیه واکسیناسیون در کشورهای محروم تاکید داشتن. ما می‌دونیم که یک اینیشیتیو، یک سازمانی هست به نام کوواکس زیر نظر سازمان بهداشت جهانی که مسئولیت توزیع در کشورهای مختلف رو بر عهده داره. واقعا سنجش میزان موفقیت به این مشارکت همگانی و تعهد کشورها برمیگرده که بخوان این کار بکنن. من یکمی تردید دارم از اینکه بخوام زمان مشخصی رو بگم. علتش این هستش که واقعا به میزان پیشرفت بستگی داره. اما به نظر میاد ما تا ماه آپریل بتونیم بخش خوبی از کادر درمان و افرادی که بسیار آسیب پذیر هستن در کشورهایی که واکسیناسیون حداقل چند ده میلیونی آغاز بشه رو انجام بدیم، که خب این باعث میشه فلو به بیمارستان ها کم بشه و بعد به تدریج در طول سال 2021 یا حتی شاید اوایل 2022 ما بتونیم کسر بیشتری از عموم جامعه رو که حالا شاید علائم کمتری دارن مثل جوانان اونها رو هم واکسینه کنیم و در واقع این آزادسازی ها به تدریج در طول 2021 هر چقدر که ما موفق‌تر باشیم در توزیع سریع این واکسن آزادسازی ها به تدریج رخ بدن. ممنونم از ماهان قفاری پژوهشگر ژنتیک جمعیتی و اپیدمیولوژی از دانشگاه آکسفورد. نشست ژنو برای کمک به افغانستان با تاکید بر لزوم آتش بس در جنگ افغانستان امروز شروع شد. این نشست به دلیل بحران کرونا بیشتر به صورت مجازی برگزار می شود. کابل انتظار دارد که جامعه جهانی به تعهدات قبلی خود در زمینه کمک به افغانستان عمل کند، هرچند سازمان ملل نگران کاهش کمک های بین المللی است. طالبان هم با استقبال از برگزاری این کنفرانس از جامعه جهانی خواسته که با هماهنگی این گروه کمک‌هایشان را توضیح کنند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. هیئت دولت افغانستان به مقر سازمان ملل متحد در ژنو آمده و امیدوار است که در گفتگوی حضوری و مجازی با نمایندگان 70 کشور و 30 سازمان بین المللی دست پر به خانه برگردد. میزبانی مشترک این کنفرانس بر عهده افغانستان، فنلند و سازمان ملل متحد است و قرار است که شرکت کنندگان تعهدات مالی خود را برای 4 سال آینده افغانستان اعلام کنند. پروسه صلح جاری در قطر بین دولت و طالبان و حفظ دستاوردهای 19 سال اخیر از موضوعات اصلی سخنرانان امروز بوده. مهمترین موارد این ارزش‌ها و دستاوردها تعهد دولت و جامعه ما به حقوق بشر، حقوق زنان، حاکمیت قانون و حکومتداری خوب، بازگشت داوطلبانه مهاجرین و ادغام جنگجویان سابق است که عوامل کلیدی در صلح پایدار می باشد. خیلی مهم است که پروسه صلح فراگیر باشد. همه ی اقشار جامعه باید جایگاهی در آینده کشور داشته باشند. مشخصاً صدای زنان باید شنیده شود. همچنین صدای اقلیت‌ها، کودکان، مهاجرین، بی‌جا شدگان داخلی و قربانیان جنگ. تأمین صلح پایدار، روش‌های سازمانی و اجتماعی برای مبارزه با فساد و اولویت‌های اقتصادی و مؤثریت کمک‌ها عناوین موضوعات صحبت‌های روز اول بوده. موضوعات اصلی فردا مطرح می‌شود. سطح کمک‌های جامعه جهانی و خواسته‌هایش و دفاع دولت افغانستان از عملکردش و همچنین درخواست مصرف بیشتر کمک‌های جامعه جهانی از طریق بودجه افغانستان. سالهای گذشته تعهد ما با کمک کنندگان این بود که 50% کمک ها از طریق بودجه افغانستان مصرف شود. اما پیشنهاد ما در این کنفرانس این است که 60 الی 70% کمک ها از طریق بودجه افغانستان مصرف شود.
چرا که به اندازه کافی اصلاحات صورت گرفته. دو سال پیش در همین شهر جنوا نمایندگان دولت افغانستان درباره کمک بیش از 15 میلیارد دلاری جامعه جهانی گزارش دادند، کمکی که در سال 2016 و در کنفرانس بروکسل وعده داده شده بود. برای جامعه جهانی این نشست ها فرصتی است که تعهدات دولت افغانستان در قبال حمایت از جامعه بین المللی را ارزیابی کنند. دولت میگوید توانسته است که بخش عمده ای از خواسته های جامعه جهانی را عملی کند. ما تعهدات نشست قبلی جنوا را تقریبا 90% عملی کرده ایم. بقیه را هم عملی میکنیم. با آمادگی کامل اینجا آمده ایم و امیدوار هستیم که همکاران بین المللی ما مثل گذشته خوب همکاری کنند. از دید کارشناسان اما دولت نتوانسته است آنطور که باید به ویژه در قبال مبارزه با فساد اداری عمل کند. باید گفت که شاخص هایی که وضعیت را نشان میده شاخص ها خیلی ناگوار هست. برای مثال فقر از 34% به 54% در 2017 افزایش یافته و همینطور بر اساس برآوردهای بانک جهانی ممکن است این سال به بیش از 70% در واقع افزایش پیدا بکنه و خود دولت حتی از افزایش 90% صحبت میکند. دولت از عملکردش هرچه باشد دیدگاه بسیاری از مردم اما چندان نزدیک به آن نیست. نزدیک به 99% پاسخ دهندگان نظرسنجی مجتمع جامعه مدنی افغانستان تایید کردند که فساد اداری در ادارات دولتی وجود دارد و نزدیک به 72% گفتند که تجربه از فساد اداری داشتند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. افزایش شدید قیمت مرغ در ایران باعث تشکیل صفای طولانی برای خرید مرغ به قیمت دولتی شده. مرغداران میگویند بالا رفتن قیمت خوراک دام و نایاب شدن آن هزینه تولید را به شدت افزایش داده. وزارت جهاد کشاورزی گفته که روزانه 300 تن مرغ را به قیمت کیلویی 15000 تا 18500 تومان توزیع می‌کند. این در حالی است که مرغ در بازار آزاد کیلویی 35000 تومان یا حتی بیشتر فروخته می‌شود. بهرنگ تاجدین گزارش می‌دهد. کسی شیوع ویروس مرگبار کرونا یادش نرفته، ولی اینجا مرغ را کیلویی 18500 تومان می‌فروشند. توزیع مرغ بین مردم تو این وضعیت کرونا نه صفی رعایت می‌کنند نه ازدحام جمعیت و صف‌های طولانی در گوشه و کنار کشور به خاطر این است که خیلی‌ها وسعشان به خرید از بازار آزاد نمی‌رسد. قیمت مرغ از 40000 تومان بالاتر رفته. 40500 و 40000 تومان من مشاهده کردم. برای منی که کارگر روزمزد هستم و الان چند روز بیکار شدم دیگه واویلی و مکافات. در ماه‌های اخیر گرانی، نایاب شدن و ایجاد بازار سیاه برای خوراک مرغ باعث افزایش شدید قیمت تخم مرغ و سپس گوشت مرغ شد. مرغداران میگویند چاره‌ای جز گران کردن ندارند. این انبار من الان حداقل باید 100 تن ذرت توش باشه. دارم با نیسان روزی 2 تن ذرت میارم. اینم قسمت سویا انبار منه. یه سویا خریدم، چند مدل سویا قاطیه و متاسفانه نصفش خاکستر خاک. متاسفانه به علت بیکیفیت بودن دونها و نرسیدن به موقع دام به مرغداری ها مرغ من با وجود 53-54 روز سن هنوز به وزن مطلوب نرسیده، در صورتی که این 10 روز پیش باید به کشتارگاه ارسال میشه. وزارت صنعت معدن و تجارت میگوید واردات خوراک دام را سرعت داده و مقصر گرانی وزارتخانه دیگری است. انواع نهادها را الان 800000 تن در حال ترخیص بوده، از 1.5 میلیون تن ذرت انجام شده. اینو تحویل جهاد میدیم. جهاد باید مسئول این کار انجام بده، ضمنی که ما کمک میکنیم. ما در حوزه تنظیم بازار دنبال متعادل کردن قیمت ها هستیم. وزارت جهاد کشاورزی هم میگوید قیمت ها به زودی پایین میآید. با توجه به اینکه شرکت پشتیبانی ذخایر بسیار خوبی رو داره و هیچ محدودیتی رو در بحث توزیع مرغ نداریم، ما مطمئن هستیم با این طرحی که شروع شده
در روزهای آتی قیمت کاهش پیدا کنه. ولی برای خیلی از مردم مسئله فقط گرانی مرغ نیست. یک روز مرغ، یک روز گوشت، یک روز تخم مرغ، ما میتونیم مایحتاج 10 روزمون رو با این حقوق ها بخریم. برای 20 روز ما بقی چه کار کنیم؟ آیا ما به جز خوراکی به چیزهای دیگه نیاز نداریم؟ مسائل بهداشتی، درمانی، پوشاک، مسکن، اینها رو باید با چی پرداخت بکنیم؟ بهرنگ تاجدین، بی بی سی. پاتریک کوین، یکی از افرادی که چالش سطل آب یخ را به کارزار خیریه جهانی تبدیل کرد، در سن 37 سالگی درگذشت. این کارزار موفق شد برای آگاهی بخشی درباره بیماری ALS 220 میلیون دلار جمع آوری کند. مجید افشار نگاهی کرده به زندگی آقای کوین و اینکه او چطور چهره جهانی شد. کارزار سطل آب یخ 5 سال پیش دل همه رو در شبکه‌های اجتماعی برده بود. ایده ساده بود. یا یک سطل آب یخ روی خودتون خالی کنید یا یک چک برای خیریه ALS بفرستید. خیلی ها هر دو کار رو کردن. بعضی دیگه هم از جمله این بازیکن تیم ملی هاکی کانادا دیوارهای خلاقیت رو جابجا کردن. و برای بعضی دیگه طبق برنامه پیش نرفت. یک هفته از تولید اولین ویدیو در آمریکا نگذشته بود که افراد مشهور در سراسر دنیا برای کمک و شرکت در این چالش پا پیش گذاشتند. هدف این کارزار جمع‌آوری پول برای تحقیق و پژوهش درباره بیماری عصبی اسکلروز جانبی آمیوتروفیک یا ALS بود. کارزاری که به همت این مرد پاتریک کوئن شروع شد. او دیروز 7 سال بعد از اینکه به این بیماری دچار شد در نیویورک درگذشت. چالش او 220 میلیون دلار جمع کرد، اما این بیماری هنوز لاعلاجه. در ALS ارتباط بین مغز و رشته‌های عصبی که پیام‌های حرکتی رو به ماهیچه‌ها می‌برن قطع میشه. ماهیچه‌ها از کار می‌افتن و بعد از مدتی تحلیل میرن. حدود نیمی از مبتلایان ظرف 3 تا 4 سال بعد از تشخیص جانشون رو از دست میدن، اما بعضی از اونها تا 10 سال یا بیشتر هم عمر میکنن. استیون هاکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس از جمله مشهورترین مبتلایان به این بیماری بود و 55 سال با اون زندگی کرد. میگفت میخواهد بیماران ALS در آینده صدایشان شنیده شود. آرزویی که در زمان حیاتش عملی نشد، اما شاید با کارزارش تحقق آن را عملی تر و نزدیک تر کرد. مجید افشار، بی بی سی. ممنون که این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و همینطور به کانال یوتیوب ما برای دیدن برنامه‌های قبلی.